به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارین حالتون خوش باشه. تو این ویدیو و تو این آموزش قراره در مورد کوانتیفایرز یا کمیت سنجا توی زبان با هم صحبت بکنیم. دوستان عزیز، برای اینکه بتونید مباحث این جلسه رو به خوبی یاد بگیرید، بهتر ویدیوهای جلسات 13 و 14 رو حتما در حقیقت که همین تو همین کانال در حقیقت آپلود کردم نگاه بکنید، بعد بیاید به این ویدیو و این آموزش که به نوعی ادامه اون مباحث و تکمیل کننده آموزش های جلسات 13 و 14 هستند. یادتون باشه جلسه 13 و 14 ما در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش با هم صحبت کردیم. گفتیم که اسامی قابل شمارش که هیچ، برای اینکه غیر قابل شمارش ها رو ما بتونیم در حقیقت به نوعی قابل شمارششون بکنیم، دقت کنید، بیایم از یک کمیت سنج های استفاده میکنیم، از یک مقدارهایی استفاده میکنیم که البته این مقدارها دقیق هم نیستن، به طور تقریبی هستن، ولی خب همین مقدارها رو میتونیم برای اسمهای قابل شمارش جمع هم، قابل شمارش جمع پلورال، برای اونا هم استفاده بکنیم که امروز میخوام به طور کامل اینا رو بررسی بکنیم که دیگه هیچ نکته‌ای باقی نمونده باشه. منبع کتابمون هم در حقیقت منبع آموزشمون کتاب English Grammar in Use جناب آقای ریمون مورفی هست. جلسه 87 یا یونیت درس به عبارتی 87 هستش. خب حالا کتاب بیشتر پراکنده گفته، ولی خب من همه نکات رو سعی میکنم که جمع بکنم تا دوستان عزیز به طور کامل یاد بگیرن. نکنید دوستان، اینجا اول اومده از اسمهای غیر قابل شمارش شروع کرده. من الان یه باکس کوچیکی رو الان میارم روی صفحتون، نکنید اینجا لیست در حقیقت کمیت سنج های اسم های غیر قابل شمارش هست. این حتما دم دست باشه که خیلی باش کار داریم. ناکنید الان much, a lot of, lots of, a little, little، اینا برای اسم های غیر قابل شمارش میان. اما یه نکته، این a lot of و lots of که وجود داره در حقیقت اون دوتا وسطیه، اینا رو میتونیم برای اسمهای قابل شمارش هم استفاده بکنیم که توی ادامه ویدیو بهتون بیشتر توضیح میدم. خب الان بریم سراغ کتاب. میگه we use much and little with uncountable nouns. میگه ما از much و little، این دوتا، برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده میکنیم. معنی much و little چیه؟ اون جدول نگاه کن. much مقدار زیادی یا خیلی، a little در حقیقت یا little کمی یا مقدار کمی یا اندکی، چنین معنی. حالا تفاوت little و a little رو هم بهتون میگم توی ادامه ویدیو، اصلا نگران نباشین که اونجا اون چه معنی داره بهتون میگم. خب الان بیایم مثال ها رو بخونیم. نکنید much luck، much luck، luck یعنی شانس، یعنی اقبال. حالا much هم معنیش چیه؟ توی باکس نوشته مقدار زیادی یا خیلی، مقدار زیادی شانس یا خیلی شانس. much time، time یعنی زمان، much time مقدار زیادی زمان، زمان که غیر قابل شمارش دیگه، درسته؟ من نمیتونم بگم دوتا زمان، درسته؟ ولی میتونم بگم مقدار زیادی زمان یا مقدار کمی زمان. پس much time و little time هر دوتاش هم درسته. الان little energy، little energy، نه کن انرژی نیست داین، energy، little energy. خب انرژی که، حالا little اینجا معنیش چیه؟ کمی، اندکی، یعنی اندکی انرژی، کمی انرژی. little money، little money، پول هم توی انگلیسی غیر قابل شمارشه، نمیتونیم بگیم دوتا پول دارم، باید یه مقدار تقریبی بیاریم. حالا little یعنی اندکی پول، کمی پول. خب الان اینجا در مورد many و few اومده صحبت کرده، یعنی در مورد قابل شمارش ها. یه باکس دیگه هم میارم اینجا، دقت کنید به این باکس. این باکس هم در حقیقت برای کمیت سنج های اسم های
قابل شمارش است. نگاه کنید همونطور که گفتم الاتاف و لاتساف هم توی اسمهای غیر قابل شمارش وجود داره هم توی قابل شمارش، یعنی برای هر دوتاش هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی اینجا به جای ماچ اومده از منی که همون تعداد زیادی یا خیلی استفاده کرده و به جای الیتل و لیتل هم ما افیو و فیو رو داریم که اینم باز هم یه سری تفاوتهایی دارن این افیو و فیو که توی ادامه ویدیو توی نکته به توضیح میدم، اصلا نگران نباش. خب بریم به آموزش. الان این غیر قابل شمارش بود گفتیم، این هم قابل شمارش. میگه we use many and few with plural nouns. ما اگه ابتدای ویدیو یادتون باشه گفتم که کمیت سنج ها رو یا برای اسم های غیر قابل شمارش استفاده میکنیم یا برای اسم های قابل شمارش جمع که همون پلوراله، یعنی برای اسم هایی که مفرد هستن از کمیت سنج استفاده نمی کنیم، حتما باید جمع بشن. الان اینجا نگاه کنید many friends، many گفتیم معنیش چیه، توی باکس نوشته تعداد زیادی، تعداد زیادی دوست یا دوستان زیادی، درسته؟ نگاه کن اینجا جمع بسته، اس جمع اومده. نگاه کنید many people، مردم زیادی یا تعداد زیادی مردم. people در حقیقت جمع کلمه person هست، person یعنی شخص، people یعنی مردم یا اشخاص. حالا few یعنی چی؟ معنیش چیه توی جدول؟ تعداد کمی، تعداد اندکی. خب حالا cars هم جمع دیگه، اس جمع داره، few cars یعنی تعداد کمی ماشین. few children جمع چیه؟ جمع کلمه child به معنی کودک، حالا children یعنی کودکان، few children یعنی تعداد کمی کودک. خب الان میام اینجا میگه we use a lot of lots of plenty of with both uncountable and plural nouns. خب گفتم دیگه a lot of و lots of رو میتونیم هم برای اسم غیر قابل شمارش هم برای قابل شمارش جمع، توی باکس هم اگه دقت کنی وجود داره، هم توی غیر قابل شمارش وجود داره هم توی قابل شمارش. اینجا فقط یه تفاوتی وجود داره که plenty of رو هم آورده، plenty of رو هم اینجا پایین بهت توضیح میدم، اصلا نگران نباش. خب بیا اینا رو بخونیم. میگه a lot of luck. luck شانس یه اسم غیر قابل شمارشه، میبینی a lot of luck. a lot معنیش چیه؟ تعداد زیادی، شانس زیادی، مقدار زیادی شانس. میمعنیش این lots of time، مقدار زیادی زمان. plenty of money، پول بسیار زیادی یا به مقدار مورد نیاز. plenty دوتا معنی میتونه داشته باشه، plenty of نشون دهنده فراوانی یک چیزه دوستان عزیز، یعنی من یک چیزی رو به اندازه در حقیقت مورد نیاز دارم. الان اینجا plenty of money یعنی پول به اندازه مورد نیاز یا در حقیقت فراوان هم میتونیم بگیم. الان بیام این دومیه، این اولیه برای غیر قابل شمارش بودن، ناکنید هم پول غیر قابل شمارشه هم زمان و هم شانس، ولی الان این دومیه قابل شمارشن. A lot of friends، تعداد زیادی دوست یا دوستان زیادی. Lots of people، مردم زیادی یا تعداد زیادی مردم، مردم هم اسم قابل شمارشه. Plenty of ideas، idea یعنی ایده ها دیگه، همون از ایده میاد، ایده های زیادی یا تعداد زیادی ایده. خب حالا بیایم اینجا در مورد پلنی صحبت بکنیم. پلنی یه اسمیه که در حقیقت یه کلمه‌ایه که میتونیم هم برای اسم غیر قابل شمارش و هم برای قابل شمارش استفاده بکنیم. معنیش هم بیشتر همین عین الاتا و لاتزافه، یعنی معمولا معنیش این بیشتره، ولی اینجا توضیح داده more than enough یعنی به اندازه کافی، یعنی به اندازه کافی. plenty یعنی به اندازه کافی. ناکنیم مثالا، میگه there's no need to hurry، میگه نیاز نیست عجله کنیم. there's no need to hurry، we've got plenty of time، ما به مقدار مورد نیاز زمان داریم یا زمان زیادی داریم، هر دوتاشو میتونیم بگیم، پس عجله نیست، ما به مقدار مورد نیاز زمان داریم. مثال دوم میگه there's plenty to do in this town، میگه خیلی کارا برای انجام دادن تو این شهر وجود داره. There is plenty to do،
کار فراوون یا فراوون میتونیم در حقیقت کار انجام بدیم تو این شهر. پلنی یعنی به مقدار مورد نیاز یا خیلی زیاد، حالا مقدار زیادی، تعداد زیادی. خب بیام پایین تر، این نکته ب، این جدول ب که اینجا وجود داره بیشتر برای شما نیاز نیست، حالا چون این به نظر خود بنده یه نکته در حقیقت فراتر از سطح متوسطه، ولی خب بهتره بدونید. من توضیح میدم، زیاد روش مانور نمیدم، چون واقعا نیاز نیست این نکته رو شما الان بدونید. این پایینی ها بیشتر به درد ما میخورن، ولی اینا رو هم بگم. ناکنید این کلمه ماچ که وجود داره یه کوانتیفایر یا کمیت سنج دیگه، درسته؟ که برای گفتیم اسم غیر قابل شمارش میاد. ما ماچ رو برای اسم غیر قابل شمارش منفی استفاده میکنیم یا سوالی. یعنی توی جملات مثبت ما نمیتونیم از ماچ استفاده بکنیم. ماچ رو یا توی جملات منفی استفاده میکنن یا توی سوال ها. ولی اینجا وقتی که ما میخوایم ماچ رو توی جملات مثبت استفاده بکنیم، یه حالت غیر معمولی به وجود میاد که معنیش رو تغییر میده. حالا من نمیخوام در مورد این تغییر معنیش بیشتر صحبت کنم، ولی خب ماچ رو توی جملات مثبت استفاده نکنید. به جاش میتونیم از الاتاو استفاده بکنیم. نکنید. بذار مثال بزنم. الان اینجا we didn't. Didn't یه در حقیقت منفی دیگه، درسته؟ جمله رو منفی کردیم، جمله رو منفیه. We didn't spend much money. ما پول زیادی خرج نکردیم. ناکن نکردیم، جمله منفیه، برای همین از much استفاده کرد. یا اینجا سوالیه، ناکن گفتم یا منفی یا سوالی. Do you see David much؟ میگه دیویدو زیادی میبینی؟ حالا much اینجا زیادیه، مقدار زیادی میبینی؟ دیویدو زیادی میبینی؟ ناکن سوال پرسیده. ولی ناکن جملات مثبت رو اومده از الاتاو استفاده کرده. چرا؟ چون گفتیم الاتاو رو میتونیم هم توی قابل شمارش استفاده کنیم هم غیر قابل شمارش. معنیش هم با ماچ یکی بود دیگه، درسته؟ هر دوتاش نشوندنده مقدار زیادی بودن. پس دقت کنید، اینجا نکته مهمه. ماچ رو برای جملات منفی یا سوالی استفاده بکنم. چه زمانی؟ موقعی که اسمم غیر قابل شمارشه. اینجا مانی غیر قابل شمارشه. دیدن ها ناکن. ولی توی جملات مثبت از در حقیقت الاتاو استفاده میکنم. اینجا بازم مانی که در حقیقت میتونیم بگیم اسم غیر قابل شمارشه. ولی برای اینکه بتونیم ماچ رو توی جمله مثبت استفاده بکنیم، میتونیم به جای ماچ از یه پیشوندی براش استفاده بکنیم. مثلا بگیم too much یا so much یا as much. اینو نیاز نیست بدونی، ولی خب بهتره بدونی. نیا کن واقعا نیاز نیست، ولی خب یعنی برای سطح متوسط به نظر من نیاز نیست، ولی خب کتابم اینجا آورده، بهتر اینم بررسی بکنیم. پس برای اینکه ماچ رو بتونیم توی جملات مثبت استفاده بکنیم، باید از این سه تا پیشوند تو، سو و از استفاده بکنیم. تک و تنها نمیتونیم توی جمله مثبت استفاده کنیم. تو ماچ یعنی چی؟ یعنی به مقدار بسیار زیادی. سو ماچ هم به معنی به مقدار بسیار زیادی. خب تفاوتش چیه؟ سو ماچ و تو ماچ. ناکن تو ماچ به مقدار بسیار زیادی هست معنیش، ولی این بسیار زیاد بودنه بار منفی داره. یعنی من دوست ندارم که این همه خیلی، این همه زیاده. یعنی ناکن مثلا وقتی میگم we spend too much money، ما پول خیلی زیادی خرج کردیم، این خرج کردن پول خیلی زیاد برای مخاطب بده، بار منفی داره، درسته؟ ولی so much بار مثبت داره. الان وقتی من بگم we spend so much money، پول زیادی خرج کردیم، یعنی من از این وضع راضیم که پول زیادی خرج کردیم. ولی برعکس، توی too much به نوعی نشون دهنده نارضایتی هستش. این رضایت، این نارضایتی. از much هم به معنی به همان اندازه میتونیم بگیم. خب دیگه زیاد مانور نمیدیم اینجا، بریم نکته پایین تر رو بررسی کنیم. میگه we use many and a lot of in all kinds of sentences. میگه اینجا خب گفتیم ماچ رو نمیتونیم توی جملات مثبت استفاده کنیم، باید به جاش یا الاتاو باشه یا اینکه پیشوندها رو بیاریم. ولی منی و الاتاو رو میتونیم تو هر جمله استفاده کنیم، جمله مثبت، جمله منفی یا سوالی، درسته؟
ناکنید این جمله مثبته، اولی مثبت، دومی سوالی، سومی منفی. Many people drive too fast. مردم یا تعداد زیادی مردم یا مردم بسیار زیادی به سرعت رانندگی میکنن. دومی چی میگه؟ میگه Do you know many people؟ مردم زیادی رو میشناسی؟ مردم زیادی رو میشناسی؟ There aren't many tourists here. توریست های زیادی اینجا وجود نداره. تعداد زیادی توریست اینجا وجود نداره. هم توریست قابل شمارشه، هم پیپل قابل شمارشه، هم اینجا بازم پیپل قابل شمارشه. به جاش میتونیم از a lot of هم استفاده کنیم. گفتیم میتونیم هر دوتاش استفاده کنیم. A lot of people drive too fast همین معنی رو داره. Do you know a lot of people؟ بازم همین. و there aren't a lot of people. نه خون اینجا aren't جمله منفیه، اینجا علامت سوال داره و اینجا هم drive جمله مثبته. خب note that we say many years, many weeks, many days. ناکن گفتیم ما این many و a lot of رو میتونیم توی هر جمله استفاده بکنیم، ولی برای زمان دقیق مثل روز، سال، ماه ما به جای a lot of از many استفاده بکنیم. Many years سالهای زیادی، many weeks هفته های زیادی، many days روزهای زیادی. دیگه نمیگیم a lot of days. میتونیم بگیم ها، میتونیم بگیم، ولی معمولا اون چه که از لحاظ گرامری درست باشه باید از many استفاده بکنیم به جای a lot of. وگرنه وقتی من میگم a lot of days این جمله از لحاظ گرامری غلط نیست واقعا، ولی خب اون چه که در حقیقت استفاده می کنن بیشتر تو حالت حالا رسمی و غیر رسمی many هستش. این هم یه نکته خیلی کوتاه، ولی خب در حقیقت میتونیم بگیم که چندان نیاز نیستیم نکات رو بدیم. اون چه که اون لب مطلبه در حقیقت این کادر A بود و این C و در حقیقت D و E. خب الان میام پایین تر. اینجا میام در مورد little و few صحبت میکنیم. اینجا a little و a few. حالا تفاوتشون رو میگم. ناکنی دوستان به این دوتا نکته، ما در حقیقت little و a little هر دوتاشون به معنی در حقیقت کمی، یعنی نشون دهنده یه کمیت و مقدار هستن دیگه، درسته؟ خودش هم مقدار کمن. ولی ناکنید little و a little گفتیم هر دو به مقدار کم اشاره دارن، ولی تفاوتشون اینه که a little نشون دهنده یه مقدار کمه، ولی این مقدار کم برای من کافیه. ولی این مقدار کم برای من کافیه. ولی little تک و تنها بدون ا نشون دهنده مقدار کمه، ولی این کم بودن مقدار برای من بده. بار معنایی منفی داره به عبارتی بگم. ناکن یه مثال برات میزنم. میگم مثلا we still have a little time left. این مثال we still have a little time left معنی چیه؟ میگه هنوز کمی وقت داریم، یعنی هر چند وقت کمی داریم، ولی همین مقدار وقت کم هم برای من کافیه. میگم a little. ولی الان نها کن یه جمله دیگه we have little time left. الان اینجا اون a حذف شد، درسته؟ اینجا میگه وقت کمی داریم، یعنی با اینکه وقت خیلی کمی داریم و اینم برامون کافی نیست. پس اون بالاییه اون a little بار مثبت داره، little تنهایی بار منفی داره. few هم دقیقاً همینه، یعنی اینجا این few هم که وجود داره، a few و few، این دوتا هم دقیقاً همینه. a few نشون دهنده مقدار کم ولی کافی، few نشون دهنده مقدار کم و کافی نیست. خب الان بریم به ادامه. خب little اینجا معنیشو گفته، not much یعنی کم، یعنی اندک، مقدار کمی، مقداری، میتونیم هر مدل معنی بکنیم. الان مثال آورده، میگه Gary is very busy with his job. یه Gary اسم در حقیقت مرده. Gary is very busy، خیلی مشغول شغل جدیدشه. He has little time left for other things. زمان
کمی برای سایر کارهاش داره. ناکن این little time آورده، a little نیاورده، یعنی زمان کمه و این کم بودن زمان برای خودش هم بده، دوست نداره. ناکن میگه less time than he would like، تایم کمتر از اون چه که دوست داره، یعنی بار معنای منفی، یعنی راضی نیست از این کم بودن. خب حالا اینجا ویکی doesn't like living in London. ویکی doesn't like living in London. ویکی اسم یه زنه. میگه ویکی دوست نداره زندگی توی لندن رو. چرا؟ میگه she has few friends. نکن few آورده، a few نیاورده. میگه چون دوست کمی داره، دوستان کمی داره و این کم بودن دوستان براش اذیت کننده است. Not as many as she would like، یعنی بار معنای منفی داره. We often use very little, very few. گاهی اوقات برای اینکه شدتش رو بیشتر بکنیم، شدت اون مقدار بگیم خیلی کمتره، میتونیم از very استفاده بکنیم. اینو میدونی very یکی از در حقیقت تشدید کننده ها هستش توی زبان انگلیسی، مثل to، مثل so، مثل very، اینا همشون تشدید کنندن. We often use، الان نها کنیم، میگه Gary has very little time for other things. میگه Gary زمان بسیار کمی داره برای سایر چیزها. اونجا زمان کم بود، اینجا بسیار کم بود. یه معنی توی ترجمه فقط از کلمه بسیار استفاده میکنیم. تمام شد. میگه ویکی has very few friends in London. ویکی دوستان خیلی کمی داره توی لندن. تموم شد رفت. الان اینجا a little و little گفتیم تفاوتش با little و few چی بود توی بار معنایی. اینجا با اینکه توی اینجا در حقیقت این قسمت C تعداد کم بود، مقدار کم بود و این کم بودن مقدار برامون اذیت کننده بود، خودمون دوست نداشتیم، ولی اینجا با اینکه تعدادها کمه ولی بار مثبت داره، راضی هستیم، کافیه. الان ناکن معنیش هم همینه دیگه، در حقیقت معانیشون کپی همه. فقط دقت کنید little و a little رو برای اسمهای غیر قابل شمارش استفاده میکنن، few و a few رو برای اسمهای قابل شمارش جمع. خب مثال بخونیم. میگه let's go and have coffee. We have a little time before the train leaves. میگه بیا بریم یه قهوه بخوریم با هم. هنوز زمان کمی داریم به در حقیقت رفتن قطار. یعنی با اینکه زمان کمه ولی کافیه. یعنی کافیه که با اینکه زمان کمه ولی کافیه بریم حداقل یه قهوه با هم بخوریم. بار مثبت. A little time. ناکن some time. مقداری زمان. Enough. یعنی کافیه برای خوردن یه قهوه. این هم یه مثال دیگه. میگه Do you speak English? A little. Do you speak English? میگه انگلیسی میتونی صحبت کنی؟ Do you speak English? میگه A little. کمی. با اینکه کمی ولی به قولی کافیه. همین کافیه. So we can talk a bit. میتونم کمی صحبت بکنم. یعنی به عبارت اینجا اگه میگفت little یعنی در حقیقت بلدم ولی کافی نیست که بتونم صحبت بکنم، به نوعی انگلیسی آشنایی دارم ولی کافی نیست. پس این a little و در حقیقت little معمولی که حالا بدون ا باشه تفاوتشون توی بار معناییشونه. حالا بیان به a few. a few هم در حقیقت همین معنی رو میده، فقط اسم غیر قابل شمارش. مقدار کمی، اندکی. Some small number، مقدار کمی. خب مثالو بخونیم. میگه I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. میگه من اینجا از زندگیم لذت میبرم. I have a few friends، من تعداد کمی دوست دارم یا تعداد اندکی دوست دارم، مقداری دوست دارم. و and we meet quite often، و گاهی اوقات همو میبینیم. با اینکه دوست کمی داره a few friends، ولی همین کم بودن هم براش کافیه. ناکن a few friends not many، یعنی تعداد زیادی نیست، ولی ناکن but enough، کافیه تا یه زمان خوبی رو باهاش داشته باشه. خب مثال بعدی میگه when was the last time you saw Claire. Claire اسم یه دختره. میگه آخرین باری که کلر رو دیدی کی بود؟
میگه a few days ago چند روز قبل. اینجا a few days چند روز معنی میده، چند روز قبل، یا در حقیقت حالا میتونیم بگم چند روز قبل بهترین ترجمه است برای اینجا. نکن نهایت گفته 3 یا 4 روز قبل، چند روز قبل یا a few days معنیش 3 یا 4 روز نهایت. خب و نکته آخرمون که اینجا اومده مقایسه بین little, a little, few و a few آورده که من تمامی نکاتش رو بالا گفتم، اینجا مثال ها رو هم بخونیم. خب اولی مثال، نکن little تنها است، a little نیست. He spoke little English. So it was difficult to communicate with him. میگه اون در حقیقت کمی انگلیسی صحبت کرد. ناکن او کمی انگلیسی صحبت کرد. برای همین برامون سخت بود که باهاش ارتباط برقرار بکنیم. یعنی انگلیسی کمی صحبت میکرد و این کم بودن برامون آزاردهنده است که نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. Little بار منفی. الان اینجا ناکن اینو نگاه کن، میگه He spoke a little English so we were able to communicate with him. میگه اون مقدار کمی انگلیسی صحبت کرد، برای همین تونستیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم. ناکنیم ظاهرا جمله همینه، ولی یه دونه این A اینجا ببین چیکار میکنه جمله رو. اینجا بار من مثبت وجود داره، اینجا بار منفی. تفاوت ترجمه ها رو دقت کردین حتما. الان اینجا در مورد فیو و افیو هست. ناکن میگه She is lucky, she has few problems. میگه اون خوش شانسه، مشکلات کمی داره. Things are not going so well for her. میگه اوضاع چندان برای اون روبراه نیست. She has a few problems. تعداد کمی مشکل داره. Some problems. نکن اینجا تعداد کمی مشکل، یه سری مشکل داره، چند تا مشکل داره، اینجا معنی میده. ولی اینجا میگه چندان مشکل زیادی نداره. خب برای اینکه ما در حقیقت بیایم و در حقیقت یه سری کلماتی وجود دارن، پیشوندهایی وجود دارن که گاهی اوقات توی جمله ها میبینین و خیلی حالا میتونم بگم که دوچار اشتباه میشن. وقتی که ما از only استفاده میکنیم، هر موقع بخوایم only استفاده بکنیم، هیچ موقع نمیگیم only little یا only few، ما همیشه میگیم only a little. مثلا we only have a little time left. ناکن a little میگم، little نمیگم. ناکنید میگه hurry، عجله کن، we only have a little time. میگه عجله کن، ما وقت کمی داریم. اینجا وقت کم بار منفی آورده. چرا؟ آقای حامد این که a little، پس چرا بار منفی؟ شما که گفتین a little بار مثبت داره، درسته، ولی اینجا این only معنی رو منفی میکنه. اصلا only توی انگلیسی معنی رو به نوعی منفی میکنه، بار جمله رو منفی میکنه، به خاطر این only منفی شده. الان نگاه کنیم مثال دیگه. The village was small. میگه روستا کوچیک بود، ده کوچیک بود. There were only a few houses. روستا کوچیک بود، تنها چند تا خونه وجود داشت. چند تا خونه وجود داشت رو طوری میگه که انگار بار منفی داره، یعنی انتظار داشت که خونه های زیادی وجود داشته باشه، درسته؟ ولی چون انتظارش برآورده نشده، انگار جمله بار منفی داره. اینجا هم گفته سام، یعنی اندکی ولی نزیاد. خب دوستان، اینم از آموزش در حقیقت جلسه 15 که حالا توی ادامه جلسات گفتیم 13-14 هست.
امیدوارم که این آموزش برای دوستان عزیز مثمر ثمر بوده باشه و حالا هر حرفی، ایرادی، حدیثی، امری بود بنده توی فضای مجازی، حالا توی ایتا، بله، هر چیزی که حالا تصورشو بکنی بنده هستم. هر سوالی بود در حقیقت میتونم در خدمت دوستان عزیز باشم تا یه آموزش دیگه و یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم.